اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از امور مهم در زندگی این است که آدم آسیبها و نقاط ضعف خودش رو بشناسه. خب آسیبها و نقاط ضعف آدمان با هم فرق میکنه. به هر حال ما نقاط ضعف و آسیب‌های فراوان تو جامعه داریم. اگر بخواهیم اینا رو توی روایات و آیات قرآن شناسایی کنیم، یک راهش اینه، اونجاهایی که خدا و پیغمبر و ائمه به خدا پناه بردن، گفتن این چیز مثلا خدایا ما از این به تو پناه میبریم، کلمه اعوذ رو به کار بردن، این نشون میده که اون چیز بده. مثلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پس میفهمیم شیطان بده. یا میگیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هر کجا اعوذ آمده معناش این است که اون چیزی که بعدشه بده، آسیبه، باید پناه برد به خدا، ازش دوری کرد. من یه وقتی اینا رو شناسایی کردم، حدود شاید 300-350 مورد پیدا کردیم، مواردی که پیامبر و ائمه گفتن خدایا ما از این به تو پناه میبریم، اعوذ و اعوذ. حالا یکی از اونا یه حدیثی از رسول خدا که پیغمبر هر روز اینو میخونده، یعنی صبح به صبح رسول خدا این دعایی که الان میگم رو میخونده و در این دعا از 8 چیز به خدا پناه می برده. من اول دعاشو می خونم، بعد این 8 رو توضیح میدم خیلی مختصرا که وقتم نگیرم. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والعجز والکسل والبخل والجبن و زلع دین و غلبت العدو. خدایا من پیغمبر از این 8 به تو پناه میبرم. پس معلوم اینا بده که هر روزم پیغمبر میخونده. حالا اینا چیه؟ اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، اولی و دومیش غم و اندوه، افسردگی، ناراحتی، تو هم بودن. خیلی بده، الان بیماری قرنه، چقدر هم زیاد شده بین مردم، بی خودی آدم قصه بخوره، حزن داشته باشه. یکی از ویژگی های اهل بهشت اینه که شادابن، وجوهن یومئذن مسفره ضاحکتن مستبشره. 3 کلمه خدا تو قرآن براشون آورده، مسفره یعنی بازن، ضاحکه خندانن، مستبشره به هم بشارت میدن، اهل بشارتن. ما خدمت آیت الله از بای مکارم رسیدیم برای جشن قدیر، ایشون فرمودن انقدری که ما حزن داریم توی شیعه فرح نداریم، با این که ائمه ما گفتن اول شیعتنا یفرحون به فرحنا، بعد گفتن یحزنون به حزننا یا لحزننا. شما الان چند تا کتاب تو بازار راجع به شادی دارید؟ چند تا کتاب راجع به مثلا مصیبت ها و اونم جای خودش، اما واقعا این نکته بسیار مهم میسا. یکی از صفات مؤمن اینه که اهل مزاح، اهل شوخی، شادابه،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ریشهری رو، ایشون یک کتابی دارد به نام شادی و شادابی از نظر قرآن و حدیث، فقط موضوعش همینه. و اونجا نوشته چه غذاهای شادابی میاره، چه غذاهای افسردگی میاره، چه لباسایی، چه کارایی، همه شو اونجا دست. مثلا یکیشو براتون میخونم، روایت داریم سلاسون یفرح بهنه سلاسون یفرح بهنه، سه چیز است که شاداب میشود به وسیله اون سه چیز انسان، جسم انسان. عطیب، یکی عطر، خیلی پیغمبر پول عطر میداده، عطرای گران، بله این یکیشه. یا ادامهش دارد که و شرب العسل، نوشیدن عسل، و لباس و لباس لین، لباس نرم، صف نباشه آدم، ببین لباس نرم، عطر، شرب عسل، میگه انسان رو چیکار میکنه؟ شاداب میکنه. ما یه دوستی داشتیم تو قم، یه استخر خوبی زد، بعد به من گفت من دلم میخواد توی استخر چند تا حدیث بنویسم، منتها میخوام حدیثاش همین مربوط به استخر باشه. خب باشه، ما برات پیدا میکنم. من رفتم یه روایتی در خصال صدوق دیدم، حالا برای شما نمیخونم اون روایت رو همشو چون وقت نیست. روایت اینه، النشوتو فی عشرت اشیاء، 10 چیز شادی میاره، شادابی میاره. یکیش تو آب را رفتن، فرو رفتن، اینش بهش گفتم بنویس. الارتماس و فی الماء، نه اینکه شنا کردن، فقط تو آب آدم بره، مثلا تو دریا شما برو تو آب بشین، پا تو تو آب کن یا تو استخر. المشی، پیاده روی. الرکوب، اسب سواری. محادثت و رجال، دور هم بشینن با هم گده کنن، مردا با گفتگو با هم دیگه صحبت کنن، همین جلساتی که الان کم شده، همه شده فضای مجازی. بله. النظر و الی الخضره، نگاه سبزی. خب شما میدونید نگاه دریا تو دین ما عبادته، فقط نگاه به کعبه عبادت نیست. النظر و الی الکعبه عباده، النظر و الی البحر عباده. خدایا پناه میبرم به تو از 8 چیز. یکی غم و اندوه، حزن، ناراحتی. حالا فرصت نیست و الا من راهکارهایی رو عرض میکردم که هم راهکارهای شناختی، هم راهکارهای ذکری، ذکر، هم راهکارهای رفتاری. مثلا یکی از ذکرهایی که غم رو میبره، قرآن میگه دیگه، بلدید، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالم فنجیناه من الغم، آیه قرآن دیگه. در روایت داریم وقتی غم شما رو میگیره، فاکثر، خیلی بگو، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یعنی خود به اصطلاح این ذکر شادابی و نشاط میاره. یکی از چیزهایی که شادابی زیاد میاره زیارت امام رضاست. حدیثه فرمود کسی غم او رو میگیره، ما زاره او مکروبون، هر غم دیده ای او رو زیارت کنه خدا غم دلش رو از بین. بله خیلی بده. بعدم یه مکتبی که هست این که گاهی غم و اندوه تأثیری هم روی حوادث نداره. مثلا یه کسی پسرش از دنیا رفته بود، حضرت علی علیه السلام یه نامه‌ای بهش نوشت، حضرت فرمودن اگر جزع و فزع کنی، ناشکری کنی، گناه خودتو زیاد کرد، اما اگر شکر کنی، صبور باشی، اجر بردی. در هر دو صورت هم بچه زنده نمیشه، شما چه داد و فریاد کنی چه سکوت کنی. خیلی از اوقات غم و اندوه ما نمیتونه اون گره رو با، حالا مثلا الان تو ترافیک ما الان تقریبا 1 ساعت گیر کردیم. خب حالا من اینطور کنم یه قصه بخورم، راه که باز نمیشه که. چه اونی که آروم نشسته، چه اونی که خودشو اذیت میکنه، براشون یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط این خودشو اذیت میکنه، اون آرامش داره. خب این رد بشیم از اینجا. سوم، ولعجز.
خدایا پناه میبرم به تو از ناتوانی. ما که قرآن یاد نمیگیریم، ما که این کارو بلد نیستیم، ما که عجزم خیلی بده. عجز و ناتوانی، من دیدم اون طرف مثلا وسواسیه، میاد یه رب نصیحت بهش میکنی بعد میگه نمیشه، من نمیتونم. بابا تو از همین امشب این آبریختن بذار کنار، از همین امشب میشه. ما روایت داریم عاجزترین مردم کسیه که، خوب گوش بدید، عجز الناس، عاجزترین مردم کسیه که نتونه یه عیبی رو از خودش رفع کنه. 30 سال بد اخلاقه، 30 سال دروغ میگه، 20 سال گرفتار وسواسه. عاجزترین مردم کسی است که نتونه عیب نفس خودش رو رفع کنه. وقتی من نتونم عیب خودم رو رفع کنم، عیب مملکت رو میتونم رفع کنم، عیب خانواده‌ام رو میتونم رفع کنم. نمیتوانم، نمیشود، اینو از قدیم شما از ماها شنیدید. سکاکی، سکاکی قفل ساز بود، صندوق و قفل و اینا میست، یه چیزی ساخت برای پادشاه، زمان خوارزمشاهیان بوده، آورد تحویل شاه داد، اونم تحویل گرفت و بعد یه عالمی از در وارد شد. پادشاه این صندوقچه و هرچی بود گذاشت زمین، رفت به استقبال او. سکاکی تعجب کرد، گفت من این همه زحمت کشیدم اینو ساختم، این چجوری رفت به استقبال این عالم؟ یعنی عالم اینقدر ارزش داره؟ از همونجا تصمیم گرفت بره درس بخونه. 40 سالگی، 40 سالگی سکاکی متخصص در 14 رشته علمی شد و یک کتابی نوشته به نام مفتاح العلوم. چرا نمیشه؟ من تو این کرونا رفتم دیدن آیت الله عظمای نوری همدانی، خود ایشون فرموده بود به فلانی بگید بیاد، من رفتم. خب ایشون قریب 100 سالشون الان، قریب 100 سالشون، من رفتم دیدنشون. ایشون به من فرمودن که من توی کرونا دیدم سخنرانی که نمیتونم بکنم، ملاقات که ندارم، پزشک ممنوع کرده، درس ما رو تعطیل کرده، روزه تعطیل شده، ملاقات های ما تعطیله، حالا شاید 2 سال میشه، 3 سال میشه، چقدر طول میکشه من نمیدونم. فرمودن تصمیم گرفتم یه تفسیری بنویسم در آیات ولایت، آیاتی که راجع به امیر المؤمنین و اهل بیت، و تو تفسیرهای اهل سنت یه تفسیر دیگه ای ازش شده. شما که میدونید مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما میگیم اولی الامر یعنی ائمه، ولی تفاسیر اهل سنت نوشته یعنی قاضیا، یعنی فرمانده های جنگی. آیه ولایت، آیه یا ایها الرسول بلغ که اونا اینطور معنا نمی کنن، آیه الیوم اکملت لکم دینکم که اینطور معنا نمی کنن. آقایان به خدا من خجالت کشیدم، ایشون فرمودن تو همین کرونا تفسیرهای اهل سنت رو گذاشتم جلوم و خوندم و یه نقدی برشون نوشتم، گفتن تا حالا 15 جلد شده. به من نشون داد تو قفسه، خدا می دونه، گفت اینا دست نوشته های منه. تو کرونا یه پیرمرد 90 و چند ساله 15 جلد نشسته. چرا نمیشه؟ الان بعضی فرزند نمیارن، میگن نمیتونیم، ما نمیشه آقا کنترل کرد، نمیشه روزی داد. ازدواج نمیکنن خیلی ها، نمیتونیم، ما خودمون رو نمیتونیم اداره کنیم. آمد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله فقیرم، فهم برو زن بگیر. آقا من میگم فقیرم، خودم ندارم بخورم، یکی دیگرم بیارم. حضرت فرمود خدا تو قرآن میگه هر که ازدواج کنه پولدار میشه. آیه قرآن دیگه فرمود ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. خدا که علیاذ بالله دروغ نمیگه، آیه قرآنه، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. باورهامون ضعیف شد. بله عجز خیلی بده آقا، ناتوانی. شما ببینید امام
از اول ایستاد راجب شاه، بعد راجب صدام، بعد راجب امریکا، بعد راجب اسرائیل. این حرف از کسی زده شده که خودش تازه انقلاب کرده؟ هر کی باشه میگه آقا حواستون به کشور خودتون باشه، شما اینجا رو اداره کنید. فرمود اسرائیل باید محو بشه. هزینه داره. اما ایستاد باش. مقام معظم رهبری در جمع نخبگان فرمود صهیونیست ها هرچی هم تلاش کنن این شکست مفتزهانش رو نمیتونن جبران کنن. خب این شما نگاه کنید یک دور تاریخ فلسطین رو مطالعه کنید، 1948 این کشور غصبی شکل گرفته اسرائیل، 1948 یعنی حدود 75 سال پیش سازمان ملل رسما اعلام کرد سرزمین فلسطین 56% مال اسرائیلیا، 43% مال فلسطینیا، میشه 99%. 1% هم بیت المقدس، این مال سازمان ملل، که نه اینا دعواشون بشه نه اونا. 1948. البته اندیشه تشکیل دولت یهود 1918 بالفور وزیر خارجه انگلیس طرحش رو داد، ولی 1948 همین آقایی که الان این فرودگاه به اسمشه، فرودگاه تل‌آویو، ایشون اولین رئیس حکومت اسرائیل قاسب بود. خب 1948 تا الان 75 ساله، الان همون اعلامیه‌ای که سازمان ملل داد، همون تصمیم گفت 56% اسرائیل، 43% فلسطین، الان 85% خاک در اختیار اسرائیل، یعنی 27,000 کیلومتر، حدود 20,000 کیلومترش دست اسرائیل. یه نوار غزه است که 360 کیلومتر، یه کرانه باختری 5,000 خورده‌ای، 15% در اختیار ایناست. اینم تو اینا شهرک میسازن، هی میان اسرائیلی رو جایگزین میکنن، هر روز بهش حمله میکنن. خب معلومه، جولان رو حمله کردن، اردن رو حمله کردن، جنوب لبنان رو حمله کردن. این جوون فلسطینی میفهمه این نسل جدیده، والا نهضت آزادی بخش و یاسر عرفات که تمام شد، این نسل جدیده، حماس و حرکت جهاد اسلامی نسل جدیده، میفهمه بابا این یه مش یهود رو از اطراف دنیا شما جمع کردید، وسط کشورهای اسلامی کاشتید و حالا ولم نمی کنه. هر روز به یه جا تعرض، هر روز به یه جا. خب اینه که عرض میکنم ناتوانی. این همه کشور مسلمان، این همه کشور 6 روز جنگیدن با اسرائیل، اعراب با اسرائیل 6 روز جنگیدن، تازه سوریه بود، عربستان بود، اردن بود، لبنان بود، 6 تا کشورهای مختلفی بودن. این اتفاقی که اخیر افتاد خیلی شکننده بود، سابقه نداشت اسرائیل بالای 200 تا اسیر بده، بالای 1500-600 تا کشته بده. انشاءالله خدا به آبروی پیامبر کمک کنه و این عزیزان پیروز بشن. الان هم با اینا نمی جنگن که، 1000 تا کودک کشته، خانه های مردم رو می زنن. شجاعت، توانمندی، اینی که رهبر انقلابی تأکید میکنن به امید، اللهم انی اعوذ بک، خدای من به تو پناه میبرم، من الهم والحزن والعجز، از ناتوانی. چهارم والکسل، تنبلی هم بده. میگه آقا شب داری میخوابی، یه وضو بگیر، حالش نیست. چرا حالش نیست؟ یه وضو بگیر بخواب تا صبح در حال عبادت، 3 تا قل هو الله بخوان، گویا یه ختم قرآن کرد. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میگفت ثواب ریخته، کی جمع کنه. خیلی از اوقات ما تنبلی دینی داریم، گاهی تنبلی اجتماعی داریم، گاهی تنبلی علمی داریم، گاهی تنبلی
اقتصادی داریم. آمد پیش امام صادق و دعا کنید خدا به من روزی بده. آقا فرمود شما چه کار میکنی؟ گفت چی دیگه، من تو خونه میشینم دیگه، شما دعا کن. آقا فرمودن که تو از مورچه کمتری، مورچه با دعا روزی به دست نمیاره، میره میدوه. اطلب من حیث امرک الله، پاشو برو از اون جایی که خدا بهت گفته تلاش. خدا میگه نماز جمعه تموم شد برید سر کار، برید بازار. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. یه تاجری بود تو کوفه، ورشکست شد، خودشو باخت. آقا آدم خودشو نباید ببازه، اگه آدم خودشو ببازه دیگه پا نمیشه، چه حالا مصیبت باشه چه ورشکستگی باشه. وقتی صدام حمله کرد به ایران، امام اولین کسی بود که اومد پشت تلویزیون، فرمود یه دیوانه یه سنگ انداخته رفته، نترسید، به خودش بر میگردونی. شجاعت کارو درست کرد، این شجاعت، این اطمینانی که امام به نوجوانا و جوانا داشت. آقا تاجر بلند شد اومد مدینه خدمت امام صادق، زانوی غم بغل گرفت. آقا فرمود چته؟ گفت آقا ورشکست شدم، هیچی ندارم، طلبکارم. آقا فرمودن اینجا اومدی که درست نیست، پاشو برو همون شهر خودت دو رکعت نمازم بخون، روحیه بگیری، سل رکعتین، برو تو مغازت بشین، وجلس فلهانوت. طلبکار وقتی ببینه تو هستی خود آروم میشه، نمیگه فرار کرده. گفت آقا چیزی تو مغازم نیست، چی بفروشم؟ آقا فهمون همین که من بهت میگم. آمد شهرشو دو رکعت نمازو مغازرم باز کرد و همینطور که نشسته بود دید یه دست فروشی داره پارچه میفروشه تو بازار. قدیم بودن، حالا هم هستن دست فروشه. صدای زد گفت آقا تو جنس داری جا نداری؟ ما جا داریم جنس نداریم، بیا با هم شریک شیم، هم آبرو ما رو بخر. گفت باشه، پیشنهاد خوبیه. جنس ها رو گذاشت تو مغازه ایشون و با هم شریک شدن. خب بعد مدتی هم مشکلش حل شد. این همانه کسالت. اللهم اینی اعوذ بک، خدایا من از 8 چیز به تو پناه میبرم: غم و اندوه و عجز و کسالت و تنبلی. پنجم و البخل، خدایا پناه میبرم به تو از بخل. آقا بخلم خیلی بس بده. یک کسی میگه مکه بودم، دیدم امام صادق داره طواف میکنه، رفتم پشت سرش ببینم چه دعایی میخونه. خب ما گاهی فهم میکنیم زیاد دعا خوندن خوبه، مثلا تو طواف میخوایم جوشن بخونیم، مناجات حضرت علی بخونیم، به قول یک کسی مفاتیح رو میخوایم دوره کنیم از اون افستش تا اون پایانش. خلاصه نه، کسرت دعا مهم نیست، حال دعا مهمه. میگه من دنبال امام صادق راه افتادم ببینم آقا چند تا دعا میخونه، چجوری دعا میخونه. دیدم تمام این 7 دور آقا یه دعا کرد و این دعا رو تکرار میکرد. چی بود اون دعا؟ اللهم قنی شح نفسی، خدایا منو از این بخل نجات بده، از بخل نفس. شح شین و هی جیمی همون بخل معناش. اللهم قنی شح نفس. وقتی طواف تمام شد گفتم آقا من خیلی گوش دادم، شما همین یه دعا رو خوندی. فرمود ویحک، وای بر تو، بدترین گرفتاری همینه که آدم بخیل باشه. بعد آقا این آیه قرآن رو خون، سوره حشر: و من یوغ شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. هر که بتونه از این مرض بخل نجات پیدا کنه رستگار. ببینید بخل که میگم کاری ندارم به بخل مالی ها، نه، بخل علمی. خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو. میگو یکی دفتر به ما داد، خیلی چیزای خوبی توش نوشته بود، عالی، آماده، خوراک مهیا. بهش گفتم این خیلی خوبه، من تلویزیون میتونم از این استفاده کنم شبای جمعه.
گفت بخون ولی راضی نیستم حفظ کنی، راضی نیستم کپی بگیری، راضی نیستم از روش نقل کنی. گفتم آقا اصلا نمیخوام. بیا چه آدم بخیلی هستی تو، خب بذار من از این استفاده کنم. بخل، بخل علمی، بخل زبانی. بچه شو آورده شما معتبری 4 دقیقه باش صحبت کنیم بچه کارش حل میشه، 10 دقیقه با این زن و شوهر صحبت کنی مشکلشون حل میشه. بخل اعتباری، آقا شما اعتبار داری یه کاغذ بدی وام میدن به این، به خودش نمیدن، اما شما این نامه بدنی کارشو شهرداری را میندازه. چرا بعضی از آبروشون بخل میکنن، بعضی از زبان، بعضی از علم، بعضی از مال؟ بله بخل فقط اقتصادی نیست، خدایا پناه میبرم به تو از بخل. روایت داریم بخیل 3 تا دریافتی داره، سخی هم 3 تا. البخیلو بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس. بخیل از خدا دوره، از مردم دوره، از بهشت هم دوره. و سخیو، و سخیو غریب من الله، غریب من الجنه، غریب من الناس. سخی هم به خدا نزدیکه، هم به بهشت نزدیکه، هم به مردم. شما رو الان مسافرت میخوای بری و بعضی هم آقا با این نریم، همه خرجا رو گردن ما میندازه. اما فلان آ این خوبه، این دست به جیبه، با فلان داداشمون بریم، با فلان باجناقمون بریم. اصلا آدمایی که اینطوری نیستن محبوبن تو مردم، نمیترسن. خب این شد چند تا؟ 5 تا. والجبن، خدایا پناه میبرم به تو از ترس. بترس آدم. آقا مگه میشه با آمریکا درگیر شد؟ مگه میشه؟ نه ترسید آقا. ترس اگر کسی داشته باشه، از تاجر الجبان محرومون، تاجر جبان محرومه، به جایی نمیرسه. کاسب ترسو، دانشجوی ترسو، ترس. بله احتیاط خوبه، یه خانم به ترس سوار هر ماشینی بشه، به ترس با هر کسی راه، اما ترس در اداره زندگی، ترس. قرآن میگه بعضیا میترسن از فرزند آوری، نترسید. اینا همه آسیبه، اینا همه عیبه، اینا همه نقطه ضعفه. اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. این 6 تا که انشاءالله هیچ کدومش تو زندگی ما ها نباشه. 7 و زلع دین، چتر قرض. قرض تو زندگی آدم باشه، آدم نداشته باشه نمیخوره، ولی بدهکار رو چیکارش کنه؟ طلبکار رو چیکارش کنه؟ طلبکار رو فرمود خدا پناه میبرم به تو از چی؟ از اینی که قرض تو زندگی من سایه بیندازه، چتر بشه. انشاءالله خداوند قرض همه مغروزین رو ادا کنه. و آخریش هم غلبت العدو، خدایا پناه میبرم به تو از غلبه دشمن. دشمن برای ما تصمیم بگیره، دشمن برای ما برنامه بریزه. درست آزادی هزینه داره، اما حداقل آدم خودش برای خودش تصمیم بگیره. غلبت العدو، اینم آقای نعمت. یا من با اعتراف به همه مشکلاتی که در کشور وجود داره، اما نفس نعمت آزادی، استقلال، وابسته نبودن. شما این کتابهایی که خود طاغوتی ها نوشتن یه وقت بگیرید بخونید. این محمد علی فروغی نخست وزیر بود زمان پهلوی، یه کتابی هم داره، من کتابش رو خوندم، سیر حکمت، تو رشته فلسفه کار کرده، سیر حکمت در اروپا. ایشون با سواد بود، میگه سفیر انگلیس خاطراتشو نوشته، به من ابلاغ کرد شما برو پیش رضا خان، سال 1320، برو پیش رضا خان، رضا شاه، بگو 1 هفته دیگه حکومت رو باید تحویل بدی، سر 1 هفته فلان جا باش، ما شما رو از کشور خارج کنیم. میگه من بلند شدم اومدم پیش جناب رضا خان
قلدریش برای مردم خودش بود. گفتم انگلیس اعلام کرده یک هفته دیگه شما باید حکومت رو واگذار کن. جا خورد. گفت میشه یک ماه ازشون مهلت بگیری؟ گفتم فایده نداره، تو که اینا رو میشناسی. وقتی گفتن یه هفته یعنی یه هفته، سر یه هفته میشون واگذار کرد و رفت از مرز آبی و خارج شد از کشور و بعد محمد رضا اومد میشون. یه سفارت تو انگلیس تو ایران به این راحتی شاه جا به جا میکنه، میگه تو یه هفته دیگه وقت. به این راحتی کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها ایجاد میکنه. این راحت جنرال 4 ستاره آمریکایی 57 وارد تهران شد، شاه خبر نداشت. یعنی مستقیم اومد فرودگاه نشست، کتابم نوشته خودش، اگه اشتباه نکنم کتاب مأموریت من، بله، دو هفته اینجا اومد ببینه میتونه یه کاری بکنه تو 57 که دید نمیشه، رفت. شاه مملکت مطلع نشد. خب امروز شما کشتی ما رو تو تحت توقیف کرده، آقا فرمودن جبران میکنی، بلا فاصله نیروهای ایرانی کشتی انگلیس رو توقیف کرد که آقای سلامی میفرمود من وقتی آقا فرمود ما مقابله میکنیم دیگه خوابم نمیبرد شبو. گفتم باید اینجوری. بالاخره یه کشتی بزرگ انگلیسی رو گرفتیم و بردیم، گفتم اونو ول کنید تا اینو ول کنید، اینو آزاد کردن ما آزاد کردیم. مقابله به مثل این عظمت، این اقتدار تو دنیا، اینا همه غلبت العدو، دشمن بخواد برای کشورها تصمیم بگیره، برای آدما تصمیم بگیره. خدایا پناه میبریم به تو از تسلط دشمن، غلبت العدو. این همه حرف من بود با شما امشب. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده از این آسیب ها دوری کنیم انشاءالله.